بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که همان دریای تبریه است رفت. و عده زیادی به دنبال او رفتند چرا که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. زمان عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد، عده زیادی را دید که به طرف او می آیند. از فیلیپوس پرسید: از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او می دانست چه باید بکند. 200 سکه نقره نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام آندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت: پسر بچه ای در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی آن برای این عده چه می شود؟ مردم را بنشانید. در آنجا سبز بسیار بود، پس مردم که در حدود 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشت، خدا را شکر کرد. و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهیان را نیز همینطور. همه به اندازه کافی خوراک داشتند. وقتی همه سیر شدند، به شاگردانش گفت: خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود. پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبد از خورده های باقی مانده آن 5 نان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان نبی موعود است که می بایست به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت.